سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. در خدمت شما هستم با برنامه پشت دیوارهای زندان. زندانهایی که تو حکومت ضد بشری ولایت فقیه با جنایت و مرگ عجین شده و آخوندها تلاش میکنن که اونها رو به گورستان انسانیت تبدیل کنند. اما ذهی خیال باطل در پشت دیوارهای بلند و سرد زندانها روح مقاومت انسانهای مبارز نمیگذاره که دشمن در هیچ شرایطی به اهدافش برسه. ما تو این برنامه تلاش میکنیم واقعیات درون زندانها رو منعکس کنیم، چه از جنبه جنایتهای حکومت و چه اون روی سکه، یعنی مقاومت انسانهایی که تن به جبر شرایط نمیدند. اولین قسمت برنامه امروزمون خلاصه خبرهای این هفته زندان هاست که اونو با همدیگه میبینیم. صبح امروز جمعه، 4 زندانی در ارومیه تحت عنوان محاربه و مفسد فی الارض اعدام شدند. روز پنجشنبه 1 زندانی در نجف آباد به جرم به هلاکت رساندن یک مأمور سرکوبگر انتظامی پس از 8 سال حبس در ملأ عام به دار آویخته شد. همچنین در هفته گذشته 7 زندانی در زندانهای بیرجند و قزلحصار کرج اعدام شدند. در هفته گذشته 1 زندانی به نام منصور سلامت اهل ارومیه بر اثر شکنجه مأمورین امنیتی رژیم در بازداشتگاه موسوم به 9 پله به قتل رسید. روز سه‌شنبه 5 دی‌ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام مجاهد کورکور در هواخوری زندان شیبان اهواز به دستور رئیس زندان توسط زندانیان اجیر شده مورد ضرب و شتم قرار گرفت. زندانی سیاسی عقیدتی فرهاد شاکری پس از صدور حکم اعدام دست به اعتصاب قضای طولانی زده و جانش در خطر است. وی که از مرداد ماه تا کنون در اعتصاب قضاست، هماکنون در بهداری زندان وکیل‌آباد مشهد فقط با سرم زنده است. زندانی سیاسی سجاد زارع به جرم انتشار عکس مادر شهید نوید افکاری توسط قضاییه رژیم در شیراز به 10 سال و 6 ماه حبس و 2 سال تبعید به یکی از شهرستانهای استان یزد محکوم شد. او در دوران بازجویی اعدام مصنوعی شده و بر اثر شکنجه شنوایی یک گوش خود را از دست داده است. زندانی سیاسی میر یوسف یونسی پدر دانشجوی نخبه علی یونسی پس از 1 سال بازداشت موقت همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد. وی که همکنون در بند 4 زندان اوین است، شنوایی یک گوش خود را به طور کامل از دست داده اما به دستور وزارت اطلاعات از رسیدگی پزشکی محروم است. زندانیان سیاسی اسدالله فخیمی و همسرش حوری خانپور توسط قضاییه رژیم به ترتیب به 5 سال و 3 سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بوده است. زندان‌های قدیمی و مراکز استان‌ها کم و بیش شناخته شده هستند و اطلاعاتی ازشون منتشر شده، اما خیلی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این رژیم شناخته شده نیستند و اطلاعات زیادی هم از شرایط غیر انسانی اونها منتشر نشده. از جمله زندان فجر دسفول که اتفاقاً جنایت‌های خیلی زیادی هم در اونجا میشه. گزارشی داریم از این زندان که توجه شما رو به اون جلب می‌کنه. زندان فجر دسفول با شرایطی غیر انسانی. زندان فجر شهرستان دسفول یکی از زندان‌های قرون وسطایی خامنه‌ای در ایران است. محکومان 5 شهرستان دسفول، شوش، اندیمشک، الوار و شاور را در این زندان جای دادند. این زندان 11 زندان پرجمعیت رژیم در ایران است که در جنوب غربی دسفول در کیلومتر 3 جاده شوشتر جنب داسترای عمومی و انقلاب واقع شده است. ظرفیت معمولی این زندان بین 800 تا 1100 نفر ارزیابی شده است، اما عموماً بیش از 2500 زندانی را در این زندان نگهداری می‌کنند. زندان فجر دسفول از 8 بند تشکیل شده و هر بند دارای حداکثر 4 سلول است. طول و عرض سلول‌های آن متفاوت است و در هر سلول بیش از 50 نفر جای داده می‌شوند که چندین برابر ظرفیت آن می‌باشد. تمامی زندانیان تقریباً کفخواب هستند. به دلیل ازدحام جمعیت، زندانیان به صورت کتابی کنار هم می‌خوابند و گاهی هم مجبور می‌شوند شیفتی بخوابند.
در این زندان شرایط کاملا غیر انسانی حاکم است. تفکیک جرایم صورت نمی‌گیرد. ضرب و شتم و بدرفتاری با زندانیان تبدیل به یک روند عادی شده است. زندانیان از حداقل امکانات اولیه زیستی محروم هستند. هر زندانی دو پتو دارد. عده زیادی از زندانیان به دلیل ازدحام جمعیت مجبور هستند زمستانها در هوای سرد در حیات زندان با کمترین امکانات شب را به صبح برسانند و هنگامی که باران میبارد از آنجا که هیچ پناهگاهی ندارند این دو پتو هم خیس میشود و تا صبح از سرما به خود میلرزند. زندانیان عموماً به دلیل پایین بودن کیفیت و حجم غذای زندان گرسنه و دچار مشکلات گوارشی ناشی از سوء تغذیه هستند. در صورتی که زندانی از جانب خانواده‌اش حمایت مالی شود، با خرید کنسرو و بیسکویت از فروشگاه زندان نیازهای خود را به صورت حداقل تامین می‌کند. اما از آنجا که اکثر زندانیان چنین امکانی را ندارند، از گرسنگی رنج می‌برند. در گرمای هوای این منطقه آب زندان در اکثر مواقع قطع است. در هوای سرد زندانیان از امکان آب گرم برای استحمام محروم هستند. هر بند دارای 4 حمام است. به این ترتیب تقریبا به هر 100 زندانی یک حمام اختصاص داده شده است که اکثر مواقع خراب هستند. تازه اگر سالم و آب در آن جریان داشته باشد. به همین دلیل وضعیت بندهای این زندان به شدت غیر بهداشتی است و احساس و شپش بیداد می‌کند. زندانیان به خاطر عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و استحمام عموماً به بیماری‌های پوستی مبتلا هستند. بهداری زندان وضعیتی مشابه بندهای زندان دارد و فاقد امکانات پزشکی لازم برای رسیدگی‌های اولیه به زندانیان بیمار است. زندانیان بیمار عموماً به حال خود رها شده و به خاطر عدم رسیدگی جان خود را از دست می‌دهند. شکنجه‌ها، فشارها و جنایت‌های صورت گرفته در این زندان توسط عوامل جمهوری اعدامی خامنه ای را هرگز نمی‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. بله. این شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان‌ها از جمله همین زندان فجر دسفول، اما سوال اینه که چه کسانی این شرایط رو به وجود میارن؟ قسمت بعدی برنامه امروزمون معرفی عوامل اجرایی شرایط غیر انسانی در همین زندان فجر دسفوله که این قسمت از برنامه رو هم با همدیگه میبینیم. بازجو شکنجه‌گران زندان فجر دسفول. در زندان فجر دسفول زندانبانانی هستند که کارشان شکنجه و محروم کردن زندانیان از حداقل امکانات اولیه زیستی است. ضرب و شتم و بدرفتاری با زندانیان تبدیل به یک روند عادی شده است. هر زندانی دو پتو دارد که به دلیل ازدحام جمعیت تعداد زیادی در هوای سرد زمستان در حیات زندان شب را به صبح می رسانند و در باران هم پناهگاهی نداشته و با پتوی خیس تا صبح از سرما به خود می لرزند. زندانیان بیمار را عموماً به حال خود رها کرده و به خاطر عدم رسیدگی جان خود را از دست می دهند. تعدادی از این شکنجهگران مدیریت فرزاد نقرچی، محمد میری، بازرسی رضا سعادتی، هادی کیارستمی، حفاظت رضا امیدیان، یگان حفاظت علی کرمی، علی شیرینجانی، عبدالحسین خمسه و حمید رنگ. بله، بیشک همه این عوامل سرکوب و جنایت به زودی حسابرسی میشن و باید که پاسخگوی جنایاتشون باشن. بینندگان عزیز، به پایان مجموع برنامه پشت دیوارهای زندان رسیدیم. از همه شما دوستان بیننده میخوام که هر خبر یا گزارشی از زندانها دارین یا خانواده زندانیان رو میشناسین و میتونید که اخبار زندان رو ازشون بگیرین، حتما که اونها رو برای ما بفرستید و ما رو در تهیه این برنامه یاری کنید. با تشکر از اینکه همراه ما بودید، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.